خانم قدرخان، آیا استفاده از این کلمه ناموس و قتل ناموسی در فرهنگ مرد سالارانه اسلامی تلاشی برای کم کردن بار جنایت آدم کشی؟ درود بر شما و مخاطبین محترمتون. به نکته بسیار مهم و بنیادی اتفاقا اشاره کردید و دقیقاً دست روی نقطه ضعف موارد قانونی و حقوق مدنی در ایران گذاشتید، به دلیل اینکه حکومت جمهوری اسلامی سالهاست که از همین واژه در واقع تحریف شده برای جلوگیری از بست و گسترش اخبار مربوط به زنکشی داره استفاده یا سوء استفاده میکنه، تلاش میکنه از همین در واقع قتل‌های ناموسی یا قتل‌های محارم استفاده بکنه و بگه که این قتل‌ها قتل‌های زنان نیست، کودکان نیست و دختران رو نمی‌کشن یا زنان رو نمی‌کشن، بلکه مسئله ناموسیه و باز هم برمیگرده به همون در واقع سیستم مرد سالارانه و ایدئولوژیک. از همین مجرا میتونه استفاده بکنه این قتل‌ها رو یه جوری جلوه بده که در واقع خانواده‌ها درگیرش هستن و حکومت مجبور نیست که وارد بشه، در حالی که دقیقاً اینجا جاییه که حکومت و دولت باید احساس خطر بکنه، چون به هر حال یک قتلی صورت گرفته، زنان، دختران، کودکان کشته شدن و باید اصلاح قوانین رو در پی داشته باشه. ولی برای اینکه حکومت و ضابطین قضایی و قوه قضایی این کار رو انجام ندن، میسپرن به بخش ایدئولوژیک، میسپرن به بخش مردسالارانه و باورهای مذهبی که متاسفانه در خیلی از شهرها و مناطق ایران این مسئله هنوز هست، چه در شهرهای بزرگ چه در شهرهای کوچیک، فرقی هم نمی‌کنه از کدوم طبقه اجتماعی باشن. البته طبقات هر چه محروم‌تر این اتفاقات بیشتر، فجایع بیشتر اتفاق می‌افته و این قتل‌های به اصطلاح ناموسی که در واقع زنکشی یا دخترکشی هست، تا جایی پیش میره که در واقع پدر و یا اون کسی که قتل رو انجام داده، حتی اگر در واقع مثلا کسی باشه که قیم اصلی بچه‌م نباشه، میاد میگه من این قتل انجام دادم برای اینکه میدونه هیچ جرم و مجازاتی دنبالش نیست و هیچ در واقع تبعاتی براش در پی نداره. کاملا سوال شما سوال درستیه. دلیلش همینه که در واقع اتیکت یا لیبل ناموسی بهش میزنن. خانم قدرخان، خب حکومت اسلامی همونطور هم که شما اشاره کردید مسلما بر اساس ایدئولوژی مذهبی سختگیری زیادی در مورد این قتل‌ها انجام نمیده، اما یه سوال دیگه که ذهن انسان رو مشغول می‌کنه اینه که به نوعی این نوع قتل‌ها در جامعه هم به اندازه کافی تقبیح نمیشه. به نظر شما دلیل این موضوع چیه؟ ببینید، مسئله زن ستیزی خیلی مسئله مهمیه و متاسفانه بحث ناموس و بحث مسائل سنتی انقدر در جامعه ایران ریشه دوونده که همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، خیلی از کسانی که طرفدار یک کاندیدا، یک نامزد خاص در انتخابات ریاست جمهوری هستن، صرف این که این فرد 30 سال، 35 سال بعد از مرگ همسرش ازدواج نکرده، اون رو کاندید اصلح، نامزد اصلح خودشون میدونن و با دستکاری عاطفی سعی میکنن بگن اگر مردی مثلا 30 سال بعد از مرگ همسرش ازدواج نکرده باشه، بچه‌هاشو به تنهایی بزرگ کرده باشه، مثل یک در واقع زن باکره میمونه. از همین بحث باکره بودن، دست نخوردگی، از همین مسائل بسیار در واقع پیش پا افتاده استفاده میکنن برای اینکه این مسئله رو در واقع بتونن یه جوری کنترل بکنن. بحث کنترل زنان، بحث کنترل بر نیازهای عاطفی، جنسی و جسمی زنان و دختران هست. بحث اینه که حکومت تا جایی که بتونه آزاد بذاره که مردم یه همچین احساسی داشته باشن و جلوی این رو نگیره و از مجراهای اطلاع رسانی خودش استفاده نکنه برای آگاهی بخشی، عموم جامعه فکر میکنن که قتل ناموسی پذیرفته شده است، که اگر پذیرفته شده نبود، پس اون وقت اندیشمندان، اساتید دانشگاه، جامعه شناسان در موردش حرف میزدن، رسانه‌های در واقع شاخه اصلی یا تاثیرگذار مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها در موردش حرف میزدن. ولی اگر که اینا در موردش حرف بزنن و مردم بفهمن که یک زن میتونه مسیر زندگیش رو تغییر بده، میتونه یه جور دیگه فکر بکنه، میتونه دگراندیش باشه، میتونه آزاد باشه، میتونه حجاب نداشته باشه، میتونه حتی جنسیت متفاوتی برای خودش انتخاب بکنه و این اشکال نداره، این اجازه رو به خودشون نمیدیدن که حق حیات رو ازش سلب بکنن. ولی اگر حکومت این کارو بکنه و اجازه بده که مردم بیاندیشن و انتخاب بکنن، وقت چه جوری میتونه بر مردم حکومت بکنه، چه جوری میتونه زور بگه و چه جوری میتونه این سیستم مردسالارانه رو پیش ببره تا بتونه صاحب و مالک بدن، جسم، روح زنان باشه. و خب ما میدونیم زنان همیشه خط قرمز جمهوری اسلامی بودن، بهترین ویترینن برای جهان اسلام که ما به حکومت اسلامی بگه که ما اینقدر قدرتمندیم که تونستیم زنان رو در واقع در قوطی بکنیم یا ببندیم یا محدودشون بکنیم، و اگه زن پاشو خطا بکنه پدرش، برادرش، صاحبش هستن، مالکش هستن، مثل زمین و ملک میکشنش و از بین میبرنش یا محدودش میکنن.
سپاسگزارم از شما، سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار حوزه کودک و خانواده از تورنتو کانادا.